سفر امروز در وین چه گذشت و آخرین ها چیست؟ بله، به نظر میرسه مذاکرات امروز دیگه به پایان رسیده. عباس عراقچی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیمای ایران در مورد این گفتگوهای دو روز گذشته کارگروه‌ها صحبت کرده، اشاره کرده به اینکه هنوز زوده که بگیم این گفتگوها مثبت بوده یا منفی، ولی به گفته او قطعا منفی نبوده، بلکه رو به جلو طرفین دارن پیش میرن. گفته که سازنده است، کار زیادی هنوز باقی مونده و اینکه فردا جلسه جمع‌بندی برگزار خواهد شد، بعد از اون مذاکره کنندگان به پایتخت‌های خودشون، به شهرهاشون برمیگردن، مشورت‌های رو اونجا انجام میدن و دوباره احتمالاً در هفته‌های آینده به وین خواهند اومد برای از سرگیری این گفتگوها. و اشاره کرده به اینکه احتمالاً این روند چند بار دیگه ادامه پیدا خواهد کرد، اشاره کرده به اینکه کار سختی در پیشه در مورد اینکه توی این گفتگوها و جلسات کارشناسی چه گذشته، اطلاعات بیشتری نداده، ولی گفته داریم در مورد این صحبت می‌کنیم که این تحریم ها یک جا و در یک مرحله باید برداشته بشه. اینکه چه تحریم هایی باید برداشته بشه، به گفته او تمام تحریم هایی که در دوران آقای ترامپ علیه ایران وضع شده باید برداشته بشه، و از طرف مقابل گفته که طرف مقابل هم میگه که ایران چه اقداماتی رو باید در زمینه محدود کردن فعالیت های هسته ایش انجام بده. در مورد این موضوعات تو این دو روز گذشته گفتگوهایی رو داشتن. از طرف آمریکایی شنیدیم، از آمریکا میشنویم که میگه که آماده است که تمام تحریم‌های ناقض برجام رو برداره. حتی بحث‌های از روز گذشته بعد از این مطرح شدن این صحبت‌ها پیش اومده بود که آیا آمریکا حاضر تحریم‌های مثلا مربوط به تروریسم، تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های موشکی یا حقوق بشر ایران رو برداره یا نه، و اینها هنوز سوالاتیه که پیش روست و در موردش جوابی به وجود نیامده. خود آقای عراقچی هم به این موضوع اشاره می‌کنه که به حال کارهای سختی در پیش و دارن گفتگو رو آغاز میکنن. کارشناسانی که این گفتگوها رو دنبال میکنن معتقدن که به هر حال بعد از برگزاری این نشست تو این روزهای گذشته یک قدم کوچک ولی بسیار مهم در راستای احیای برجام برداشته شده، هرچند که کار سخت و پیچیده ای همچنان در پیشه. گفتگوهایی رو مذاکره کنندگان مختلف از جمله آقای عراقچی، انریکه مورا نماینده جوزف بورل و همینطور رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با رئیس مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتن تو این دو روز گذشته. به هر حال آژانس وظیفه نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو داره. این موضوع رو آقای عراقچی هم بهش اشاره کرده، گفته که او رو در جریان روند مذاکراتی که داشتن در این دو سه روز قرار داده و اینکه اگر قرار باشه به هر نتیجه‌ای برسن طرفین، آژانس یک عضوی خواهد بود و یک پای ثابت برای راستی آزماییش. راستی آزمایی موضوعیه که اتفاقا یکی از بحث‌های اصلی این گفتگوهاست. آقای عراقچی هم به این موضوع اشاره کرده در مصاحبه‌ای که داشته، اینکه چطور باید از این فعالیت‌ها، برداشت شدن تحریم‌ها یا فعالیت‌های ایران راستی آزمایی بشه، چیزی که حالا ایران گفته باید حتما در موردش صحبت‌های صورت بگیره. بنابراین گفتگوهای فردا گفتگوهای مهمیه، ولی همچنان پایان این مذاکرات نخواهد بود. ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار ایران اینترنشنال که از وین همراه ما بودیم.